گاهی با چند عطسه ساده شروع می شود، اما این یک سرماخوردگی عادی نیست. کم کم گزگز دست و پاها را شل می کند و اگر درمان نشود بیمار فلج خواهد شد. اسم این بیماری پنهان و مرموز را سندروم گیلن-باره گذاشتند. تهران 1396. هوای بهاری دلانگیز نوید روزهای تمیزی را برای تهران دارد. اینجا صدا و سیماست. کاندیداها با تشریفات خاصی وارد استودیو می شوند تا مناظره های ریاست جمهوری شروع شود. انتخابات دو قطبی شده. یارکشی طرفین از یکدیگر دو قطبی 3-3 را مشخص می کند. بعد از مناظره ها قالیباف و جهانگیری کنار می روند و دو قطبی رئیسی و روحانی شروع می شود. من سوال می کنم چرا در این مدت تبلیغات انتخاباتی از قطعنامه های شورای امنیت دیگه اسم نمی برید؟ تو همه جای دنیا بنیه دفاعی رو قوی می کنن برای بازدارندگی، برای اینکه جنگ نشه. موشک برای جنگیدن نیست، برای نجنگیدنه. اما شما چرا بنیه دفاعی کشور رو تغییر و تضعیف میکنید؟ اصولگراها برای حملاتشان را روی مشکلات معیشتی مردم استوار کردند. شما امروز تو زندگیتون حستون اینه که کسب کار رونق پیدا کرده؟ واقعا تو ذهنتون این است که این چند سال آیا آمار بیکاری بیشتر شده یا کمتر شده؟ جریان دولت مستقر هم توانش را برای ترساندن مردم از بازگشت به گذشته خرج می کند. مردم ایران به هوش باشید. مردم ایران مواظب باشید. تاریخ این گونه نباید تکرار بشه. ما نخواهیم گذاشت اونهایی که 8 میلیارد دلار پول ایران را خوردند دو مرتبه بر مردم مسلط شوند. اصولگرها تقریبا از یک دوره شدن رقیب مطمئن، اما رقیب هم در روزهای آخر تبلیغات نشان میداد که انگار در پیروزی خودش تردیدی ندارد. بابا جمعه تمام میشه، شنبه هم میاد. چه جور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟ انتخابات برگزار می شود. حیفا و جریانات سیاسی بعد از چند ماه رقابت در ترازوی سنجش مردم خود را محک می زند. نتیجه انتخابات می گوید 23 میلیون رای دولت مستقر را بار دیگر پیروز این رقابت کرده است. جناب آقای دکتر روحانی عنوان رئیس جمهور مردم عزیز ایران انتخاب شدند. تحلیل های انتخابات این بار نقل محافل بود. تحلیل‌هایی که پیروزی روحانی را بر اساس وضعیت اقتصادی بی پاسخ می‌گذاشت و نمی‌توانست بین وضع معاش مردم که سنگ بنای انتقادات اصلی گروه رقیب در انتخابات بود و رأی عموم مردم رابطه ای تعریف کند. انگار نه بی‌رونقی مسکن حرفی برای گفتن داشت و نه دلار 4000 تومانی. حتی تحریم‌های شدید کاخ سفید هم کمکی به رأی آوردن رقیبان روحانی نکرد. تازه همه تحلیلگرها سراغ اصل داستان رفتند. گذشته که روحانی در انتخابات از آن سخن می گفت و مردم نیز خاطرات تلخی از آن دارند. نباییم بعد از این همه تجربه باز به 4 سال قبل برگردیم. ما به عقب بر نمی گردیم. اما مگر این گذشته چیست که مردم حاضر نشدند بر سر بازگشت دوباره به آن قمار کنند؟ دوازده مهر 91، بازار. باران آمده و زمین خیس است. هوای تهران گاه این دلچسبی را به خودش می‌بیند. اما این روزهای دلانگیز برای مردم شهر تلخ‌تر از زهر شده. بازار دیوانه‌وار به هم ریخته. وضع دلار مملکت را به هم ریخته. هیچ کس نمی‌داند رشد ثانیه به ثانیه دلار و سقوط لحظه به لحظه ریال کی می‌خواهد آرام بگیرد. واقعا بدبخت شدی؟ این
این سوال را تقریبا همه در خلوت از خود میپرسند، برخی هم بیخیال سیگار میکشند، برخی دیگر از همین خیال سکته میکنند. قبرستان تهران این روزها آدم بازاری کم نمیبینند. معاون اول دولت از دستگیری مردی به نام جمشید بسم الله خبر میدهد. یه آقایی به نام جمشید بسم الله میره رو چهارپای، شد اینقدر شد اینقدر. البته بلبشو به قدری وسیع است که کمتر کسی میتواند بپذیرد کار کار یک نفر باشد. بعضی به سبک دایجان ناپلون میگویند کار کار انگلیس هاست. بابا این سوراخ راه هم کجاست؟ داماد انگلیس ها داد میدنش. هم داداش، انگلیس ها با توپ و تانک و تیاره وارد تهران شدن. اون وقت برای این که به شما لطمه بزنن یا سوراخ راه ها رو میدازن. آخه این چه حرفیه؟ داداش، رموز سیاست انگلیس و تو به من یاد نده. حالا دست های پول شمار جلوی صرافی ها زیاد شده، صرافی هایی که بعضیشان یک شبه تأسیس شدند تا از بازار ارز ماهی دلار بگیرند. زمزمه ها اسم بستگان بعضی از مسئولان تراز اول مملکتی را صاحب آنها می دانند. ریال به خندق بلا افتاده، یکی باید دست دراز کند و ملت را نجات دهد. دولتیان دست به کار می شوند، دوباره همان روش همیشگی، دلارهای انباشت شده دولتی توسط واسطه ها به بازار سرازیر می شوند. اما غافل از اینکه این اقدامات در بلبشو اقتصادی امروز دلار را مهار که نمی کند هیچ، فز بدتر هم می شود. دولت ناتوان شده. این زمزمه ایست که مجلس را وارد معرکه می کند. نماینده ها می خواهند رئیس بانک مرکزی عزل شود. احمدی نژاد قبول نمی کند. به خدا اگر دخالت نمی کردن دولت انقدر قشنگ بازار ارز و فلان و داشت مدیریت میکرد، ملت اصلا متوجه نمیشدن که فشار دشمن هست. حالا خب حالا وضعیت نابسامان ارز به جلسه کنفرانس رئیس جمهور هم میکشد. رئیس مجلس توی مصاحبه اخیرشون با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بودن که تحریم تأثیر چندانی تو وضعیت فعلی اقتصاد نداره. خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره لابد. مردم به وضوح میبینند بین سران قوا درگیری ایجاد شده. آنها در ملای عام به هم متلک میگویند. دلار هم این میان کار خودش را میکند و بالا و بالاتر میرود. حالا رسماً بین سران قوا درگیری لفظی پیش می آید. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی رعایت نکردید. اوضاع نابسامان اقتصادی به حدی رسیده که برای اولین بار دولت به تأثیر تحریم‌های وضع شده علیه ایران اقرار می‌کند. دولتی که تا پیش از این قطعنامه‌ها را کاغذ پاره می‌دانست و شورای امنیت را دعوت به صدور قطعنامه جدید می‌کرد. حالا من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است. شما اگر سفر کنید به ایران، برید در خیابون‌ها با مردم صحبت کنید، میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمندی. آردان گلفتی. اما این بار همین کاغذ پاره‌های خارجی است که دارد نبض بازار ارز را به دست می‌گیرد. مردم ترسیدند. آرام آرام دیگر حتی شانس تبادل پول برای وارد کردن دارو هم از ایران گرفته می شود و بیماران خاص در کانون فشار دارویی قرار می گیرند. بازار قاچاق دارو در ناصر خسرو رونق پیدا کرده. وضعیت خوبی نیست. تقریبا همه دنیا ایران را تحریم کردند و آمریکا توانسته حرف خودش را به کرسی بنشاند. ایران وارد یک عصر جدید تاریخی می شود، عصری که اتفاقات بعدی را فقط باید از دریچه این گذشته تاریک و سیاه ارزیابی کرد. اما آیا ایران همیشه در برابر تحریم اینقدر راحت و سریع فلج می شده؟ تهران 1358. اینجا سفارت آمریکاست. باران آبان ماه مثل تازیانه به زمین میکوبد.
اما سرما و باران هم آتش انقلابی ها را سرد نمی کند. دانشان خط امام از دیوار سفارت بالا کشیده و آن را اشغال کردند. از این رو اینجا لانه جاسوسی نام می گیرد. اسناد هم همین را تایید می کند. ملت هم با وجود بارش شدید باران به حمایت از جوانهایشان در خیابان جمع شدند. طولی نمی کشد که این ماجرا به گوش جهانیان هم می رسد. دانشجویان با گروگان گرفتن آمریکایی های سفارت نشین می خواهند جلوی کودتای احتمالی را بگیرند. اشغال سفارت اسناد بسیاری را در اختیار ایران قرار می دهد. اسنادی که می تواند جلوی کودتا علیه انقلاب را بگیرد. همین هم سبب می شود کارتر رئیس جمهور آمریکا کانال های ارتباطی سازمان اطلاعاتیش را در ایران مخدوش ببیند و دست به روش دیگری برای به زانو در آوردن ایران بزند. پس اشغال سفارت را بهانه کرده و اولین تحریم های علیه ایران را استارت می زند. تحریمی که مقرر کرده ایران نه اجازه دسترسی به املاک و اموالش در آمریکا را داشته باشد و نه بتواند براحتی سلاح بخرد. این وضعیت برای ایرانی که یک سال بعد درگیر جنگ خواهد شد فاجعه است. On the 6th of April, 22 آبان سال 58، نیویورک، ساعت 10:40 صبح. شوروی در شورای امنیت قطعنامه مهیب آمریکا علیه ایران را وتو می‌کند. اجماع جهانی علیه ایران شکل نمی‌گیرد. کارتر ناامید از سازمان ملل سراغ متحدانش می‌رود. حتی کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه هم به علت وابستگیشان به نفت ایران زیر بار همکاری با آمریکا نمی‌روند. کارتر شکست خورده از تحریم و حمله به طبس رجز آخر را می‌خواند و می‌رود. At this time in Iran, 50 Americans are still held captive, innocent victims of terrorism and anarchy. ماجرای گروگان‌ها می‌ماند تا ریگان جمهوری‌خواه سر کار بیاید. در ایران اما مدت‌هاست عده‌ای اصرار دارند با مذاکره موضوع خاتمه یابد. ایران وارد مذاکره با آمریکا می‌شود. In Tehran today, the Speaker of Iran's Parliament, Hashimi Rafsanjani, said the Parliament has already decided the hostage issue. There will be no more debate, and the government has been instructed to act accordingly. It was not clear whether Rafsanjani meant that the four Iranian conditions were non-negotiable. با اینکه ایران امتیازهای خوبی از آمریکا می‌گیرد، اما هنوز امتیازات نقد نشده گروگان‌ها را رها می‌کند. Some 30 minutes ago, the planes bearing our prisoners left Iranian airspace and are now free of Iran. وفای به عهد ایران همسران گروگان‌ها را حسابی سر ذوق می‌آورد. معاون ریگان یعنی بوش پدرم حسابی آنها را در بدو ورود تحویل می‌گیرد. شوی تبلیغاتی که تمام می‌شود، آمریکا زیر تمامی تعهداتش می‌زند و اولین مذاکره به زیان ایران تمام می‌شود. آمریکایی‌ها چنین جرأتی رو بکنن؟ مغز متفکر مذاکرات هرچه فریاد می‌زند، صدایش در بوخ‌های رسانه غرب گم می‌شود و گوشی در دنیا بدهکار آن نیست. Bury its head in the sand. In the sand. The greatest threat to our security and to our... اینجا چه خبر است؟ زوزه آمبولانس‌ها حکایت از مهیب بودن انفجار سهرگاهی بیروت دارد. 241 آمریکایی زیر این تل آهن خاک قطع قطع شدند. هویت عامل انتحاری معلوم نیست. آمریکا ایران را عامل کشتار تفنگدارانش می داند. The group which says it has attacked a multinational force here before, of which little is known or understood, is believed to be pro-Iranian. Its aim today, so it said, to end American occupation of Lebanon. آتش آمریکاییان در این ماجرا انقدر گرم است که تبرئه شدن ایران هم نتواند آن را خاموش کند. این بار پیکان تحریم ها رو به سوی صادرات قطعات یدکی هواپیما می رود. دوباره چریکا دست به یک اقدام جدید می زنند. در بیروت چریکا چند آمریکایی را گروگان گرفتند.
عباس هم رسانه حزب الله را مقصر می‌داند. Disturbing news from the Middle East. An American diplomat was kidnapped in Beirut this morning. An American clergyman who has lived in Lebanon for 30 years was kidnapped by three men in Beirut today. The latest آمریکا ناچار می شود برای صحبت با چریکا از دریچه ایران وارد شود. دومین مذاکره در حال آغاز شدن است. در حال این مذاکره پشت پرده در جریان است که ریگان هنرمندانه با رفتارهایش دنیا را مقابل دوربین ها سرگرم می کند. ریگان البته بعدا گفت که از این مذاکره خبری نداشت. مذاکره که آمریکا را مجبور به فروش تسلیحات به ایران آن هم به صورت مخفیانه می کند. طرف ایرانی هنوز در مذاکره خبره نشده. طبیعی است که این بار هم رو دست بخورد. ایران از واسطه اسرائیلی تسلیحات آمریکایی می گیرد. آمریکا هم پول ایران را علیه انقلابیون نیکاراگوئه هزینه می کند. یعنی ایران با پولش علیه آرمان انقلابش می جنگد. رسانه نام این رسوایی را ایران کنترا می گذارد. ایران کنترا قرار بود توطئه‌ای علیه ایران باشد که نتیجهش رسوایی ریگان بود. We did not, repeat, did not trade weapons or anything else for hostages. از جمله افرادی که طرف آمریکایی آن مذاکرات از او اسم می برد حسن روحانی است. مردی که نامش به واژه مذاکره گره خورده. Call the last exchange I had with Rouhani. دولت در دستان میر حسین موسوی است. مجلس در دست هاشمی رفسنجانی و مشاوران عمدتاً از افراد نزدیک به هاشمی. گروه مذاکره کننده نام خود را اوغلا گذاشته. عنوانی که با برخورد امام خمینی سریان از رویشان برداشته می شود. این رد شد. دیگه دوباره وقتی دو نفر یه پیشنهاد دادن جداگانه رد شد. این سالها آمریکا مدام تحریم وضع می‌کند و خودش هم آن را دور می‌زند. در آستانه دهه 90 هستیم. دهه‌ای که به سال 2000 ختم خواهد شد. سالی که شایعه شده سقوط ماهواره‌ها، قطع برق‌ها و پایان تاریخ در آن خواهد بود. در آستانه دهه‌ای که قرار است به سال سیاه 2000 تمام شود، ریگان جای خودش را به معاونش بوش پدر می دهد. هم جای خودش را، هم مایکل جکسونش را. آن سوی دنیا شوروی هم در یک فروپاشی دنیا را به تماشای جنگ کشورهای مستقل شده اش کشانده. این طرفتر در ایران اما آیت الله خمینی نیز چند ماهی است از دنیا رحلت کرده و کشور با آیت الله خامنه‌ای بیعت کرده. همه ما یتیم شدیم. جنگ عراق با ایران به آتش بس رسید، اما صدامی که با بحران بدهی‌های جنگی روبروست کویت را اشغال کرده و بوش پدر هم برای دفاع از متحدش کویت به عراق حمله می‌کند. The coalition will give Saddam Hussein until noon Saturday to do what he must do. Begin his immediate and unconditional withdrawal from Kuwait. کویت دوباره به آغوش آمریکا باز می‌گردد. ویلکام این کویت. ویلکام مستر بوش. ویلکام. مردم کویت شاد و مردم عراق غمگینند. دنیا در آستانه نظم نوین جهانی است. It is a big idea. A new world order. A new world order. میان این همه نابسامانی اما حال ایران خوب است. بیش از 750 میلیارد دلار واردات مستقیم از آمریکا دارد و ششمین شریک تجاری آمریکاست. این یعنی با تحریم‌های موجود دهه 90 و سال سیاه 2000 نه تنها برای ایران سال سقوط و سیاهی نیست که ایران توانسته با دور زدن تحریم‌ها به حیات بین‌المللی خود ادامه دهد. بوش پدر هم می‌رود تا کلینتون دموکرات با لبخند روی کار بیاید. عرق آمدنش خشک نشده به جان ایران می‌افتد. اردیبهشت سال 74 یک سناتور آمریکایی به نام داماتو کلینتون و سنا را وامی دارد طرح‌های تحریمی وسیعی موسوم به داماتو را به اجرا درآورند. طبق این تحریم‌ها تقریبا هر فرد، کشور یا شرکتی که بخواهد با ایران در هر حوزه تکنولوژی و نفتی معامله کند، باید بین تجارت با ایران و تجارت با آمریکا یکی را انتخاب کند.
البته کلینتون میخواست تحریم‌های داماتو را وقتی اعلام کند که همه کشورهای صنعتی با آمریکا متحد شده باشند. اما با مخالفت آنها این قانون فقط به چه تقابلی آمریکا با ایران به خود میگیرد. این دومین بار است که تلاش همه جانبه آمریکا برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران به جایی نمیرسد. اجماع که نباشد دور زدن تحریم‌ها برای ایران کار خیلی سختی نیست. برای همین هم اگر نگاهی به زندگی مردم بیندازیم، کمی تأثیر این تحریم‌ها قابل مشاهده است. این پرتغال مال امروز، نارنگیش مال بهمه، پرتغالش مال شمال. اروپا با آمریکا هشدار می‌دهد که اگر فشار بر شرکت‌های اروپایی را برای اعمال تحریم علیه ایران ادامه دهد، به دادگاه جهانی شکایت کرده و غرامت خواهد گرفت. کلینتون هم مثل کارتر در ایجاد اجماع علیه ایران شکست می‌خورد. کلینتون شکست بدی خورده، اما به زودی اتفاقاتی در ایران خواهد افتاد که آمریکا را در رسیدن به اجماع جهانی کمک خواهد کرد. در ایران مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری یک انسجام ملی بالا را نوید می‌دهد. خاتمی رئیس جمهور می‌شود. روزهای خوشی که با حادثه کوی دانشگاه تلخ می‌شود. شورش سطحی معروف به کوی دانشگاه احتمال ایجاد شکاف در بدنه اجتماعی ایران را مطرح می کند. این شورش به ایالات متحده قدرت می دهد تا کمی در ایجاد اجماع علیه ایران موفق تر از قبل ظاهر شود. تنها بعد از گذشت 6 ماه از ماجرای کوی دانشگاه، مجلس نمایندگان آمریکا قوانین مختلفی را برای تحریم بیشتر ایران خصوصا از بعد نظامی تصویب می کند. مهر این قانون خشک نشده، دوران کلینتون به سر رسیده و بوش پسر سر کار می‌آید. To the Iranians. بوش اما فعلا درگیری‌های دیگری دارد. عراق پایش را از گلیمش دراستر کرده و دلار را از مبادلات ارزیش حذف نموده. پس باید عراق تضعیف شده را از کمر بشکند. یازده سپتامبر، 20 شهریور 1380. یازده سپتامبر جهان را تغییر داد. جورج بوش دنیا را به دو دسته همراهان و دشمنان آمریکا تقسیم می کند. حالا وقت اشغال کشورهایی است که آمریکا آنها را در ماجرای یازده سپتامبر درگیر می داند. اولین تومه افغانستان است. و 21 روز بعد پای سربازان آمریکایی به کابل باز می شود. در افغانستان اشغال شده، کرزای هماهنگ با آمریکا روی کار آمده. اما بوش بیش از اینها می خواهد. او در یک فضای احساسی و پر از تشویق وسط کنگره و مقابل چشمان هیلاری کلینتون با حامد کرزای، عراق، ایران و کره شمالی را محور شرارت در جهان می‌نامد. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil arming to threaten the peace of the world. بوش خط نشان میکشد، اما اوضاع ایران بد نیست. هرچند این اوضاع خوب دوام زیادی نخواهد داشت و به زودی اجماع جهانی شکل خواهد گرفت. مقاومت ایران طی کنفرانس مطبوعاتی در کلوپ ملی خبرنگاران در واشنگتن از پنهانکاری‌های جدید هسته‌ای رژیم آخوندی پرده برداشت. 23 مرداد 1381، هتلی در واشنگتن، خبرنگاران برای ارسال یک خبر بسیار مهم لحظه شماری می‌کنند. ماجرا را قرار است علیرضا جعفرزاده، سخنگوی گروهک تروریستی منافقین، افشا کند. او تصاویری از 3 نقطه ایران را به نمایش می‌گذارد. وزارت اطلاعات رژیم آخوندی مستقیماً مسئولیت حفاظت و امنیت این مجموعه را به عهده گرفته و آن را تحت پوش یک مرکز مخفی وزارت اطلاعات سازمان داده است
تا به عنوان یک سایت مخفی هسته‌ای قابل شناسایی نباشد. جعفرزاده ادعا می‌کند که ایران به طور مخفیانه در دو نقطه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم و در عراق نیز راکتور آب سنگین دارد. بلافاصله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به میدان می‌آید و شورای امنیت سازمان ملل روی مسئله حساس می‌شود. کار دوباره به حسن روحانی می‌رسد. او که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی است، همراه با تیمش به حل و فصل مسئله مشغول می شود. آن طرفتر بوش هر روز عراق را متهم به داشتن تسلیحات شیمیایی و کشتار جمعی کرده و ناگهان بدون هیچ قطعنامه بین المللی به عراق حمله می کند. خیلی ها این حمله را جنگ به خاطر ارزش دلار می دانند. بوش بعد از عراق بدش نمی آید به ایران حمله کند. اما آمریکایی‌ها خاطرات خوشی از جنگ با ایران ندارند. غربی‌ها به ناچار به ایران پیشنهاد مذاکره می‌دهند. ایران هم می‌پذیرد. حسن روحانی در کاخ سعدآباد به جک استراو وزیر امور خارجه بریتانیا پایبندی ایران را به معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی اعلام می‌کند و ایران داوطلبان غنی‌سازی هسته‌ای را به حال تعلیق در می‌آورد. این مذاکرات طی دو قرارداد در بروکسل و پاریس ادامه می‌یابد. در این قراردادها هر بار قدم مثبتی از طرف مقامات اروپایی برداشته می‌شود. طرف آمریکایی زیر میز مذاکره می‌زند. اروپایی‌ها هم خسته شدند. Abstimmungsdruck mit den USA war nicht einfach hier schnell voranzugehen. Wir konnten nichts anbieten, was am Ende keinen Bestand haben würde. آمریکا که این روزها سرمست از فتح عراق و افغانستان و فتح غیرنظامی همه کشورهای عربی منطقه است، لزومی نمی‌بیند به ایران امتیازی بدهد. این را پیتر جکینز از اعضای تیم مذاکره انگلیسی می‌گوید. پیدا بود وقت ما را تلف می‌کرد. ایران برای تقابل با آمریکا به آژانس انرژی اتمی اعتماد می‌کند. البرادعی به روحانی می‌گوید تعلیق یعنی وارد نشدن سوخت به سانتریفیوژ و روحانی امضا می‌کند. سپس اعلام میکند تعلیق یعنی به نوعی تعطیلی همه چیز. ایرانی ها باز هم رو دست میخورند. در همین دوران فیلم خاصی از گفتگوی جواد ظریف با البرادعی بیرون میآید. خاتمی و طرف غربی لبخند میزنند و دست میدهند، اما هر دو میدانند شکست مذاکرات حتمی است. رهبری دستور می‌دهد تعلیق در همان دولتی که آن را اجرا کرده لغو شود. پلوب‌ها می‌شکنند و بنیان مذاکرات فرو می‌ریزد. خاتمی می‌ماند و اعتمادی که به طرف غربی کرده. سید مذاکرات هرچه فریاد می‌زند صدایش در بوق تبلیغاتی غرب گم می‌شود و گوش کسی به دهکار آن نیست. ایران به نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رسیده است. اوضاع سیاسی در این 8 سال به سمت پیش رفته که پیروزی اصلاح طلبان را در این دوره کمرنگ کند. این آیا آغاز همان گذشته مرموزی نیست که در سال 92 و 96 ترس از بازگشتش روحانی را به ریاست جمهوری ایران خواهد رساند؟ پیشگوی جواد ظریف درست از آب تر می آید. همای سعادت بر شانه محمود احمدی نژاد می نشیند و او در مصاف با هاشمی رفسنجانی که مورد حمایت اصلاح طلبان قرار گرفته بر کرسی ریاست جمهوری می نشیند. اولین ترکش آمدن تندروهایی که ظریف می گفت به پر روحانی می گیرد. احمدی نژاد بعد از پیروزی در انتخابات علی لاریجانی را به سمت دبیر شورای امنیت ملی منصوب می کند. پستی که تا قبل از آن حسن روحانی سکان‌دارش بود. ادبیات جهانی ایران هم تغییر می کند. ایرانی بار سعی دارد با فعالیت‌هایش تا حیات خلوت آمریکا هم بیشتر. توپ پر دولت جدید آمریکا را نسبت به تصمیم‌های عجولانه در احتیاط فرو می برد. محققین آمریکایی به کاخ سفید اعلام می کنند
آمریکا باید به جای تحریم به سوی لغو آنها برود و ایده تغییر رژیم را به جهت برانگیخته شدن حس ملی‌گرایی و همبستگی در ایران کنار بگذارد. تحریم و ایده تغییر رژیم مردم را متحد کرده و همین انسجام ملی ایران نیز تحریم‌ها را کم اثر می‌کند. شما اگر سفر کنید به ایران، برید در خیابون‌ها با مردم صحبت کنید، میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمنده. آردان گلفتی. 25 سپتامبر 2005 روزنامه نیویورک تایمز با سرمقاله عجیبی منتشر می شود. اکنون بهترین زمان برای گفتگوی ایران و آمریکاست. اما خب بوش دلش حمله سومی را می خواهد. به خاطر عشق بوش به جنگ هنوز کسی آنقدرها مقاله تایمز را جدی نمی گیرد. اما آسوشیتد پرس به نقل از سناتورهای آمریکایی مثل لیچارد لوگار گفتگوی مستقیم دو کشور را تنها راه حل مفید حل مسائل فیمابین می داند. امروز چهارشنبه 10 خرداد 1385 است. سوزان رایس اعلام می کند آمریکا به مذاکرات وارد خواهد شد. آمریکا سرمست از پیروزی هایش با چیزی عجیب مواجه می شود. یا محمد ابن عبدالله. یک آزمایش موشکی مهم، آزمایشی که آمریکا را بیش از پیش نگران می کند. ایران در جنگ 8 سالش با عراق حسرت داشتن موشک داشت. توان موشکی بومی یعنی حرکت بر لبه تکنولوژی دنیا. بعد از آزمایش سپاه در سراسر ایران بسیاری از مردم احساس غرور می کردند. ایران می رود تا به قدرت بزرگی در منطقه تبدیل شود. امکانات نظامی ایران بوش را مجبور می‌کند که صراحتاً از عبارات خصمانه مبتنی بر حمله نظامی عقب بکشد و بحث مذاکره با ایران را جدی‌تر دنبال کند. حتی با اینکه در همین سال آمریکا برای اولین بار پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل می‌برد، اتفاق خاصی برای مردم ایران نمی‌افتد. ایران ارزشی برای تهدید شورای امنیت قائل نیست. ایرانی‌ها خوب می‌دانند تا زمانی که اجماع جهانی علیهشان شکل نگیرد، تحریم کاغذپاره بیش نیست، راحت دور می‌خورد. در ایران بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده که بسیاری از آن توسط شرکت‌های بزرگ نفتی است. در این سال‌ها ایران سانتریفیوژهایش را چند برابر کرده و غنی‌سازی 3.5% را که غرب نمی‌خواست وجود داشته باشد به 20% رسانده. هم برنامه هسته‌ایش را پیش می‌برد، هم با شرکایش به ویژه روس و چین تحریم‌ها را دور می‌زند. برنامه‌های موشکیش را با سرعت جلو می‌برد و در حال گسترده شدن در منطقه و دنیا است. ایران به سرعت به سوی اهداف صنعتی و نظامیش پیش می‌رود. اما این پیشروی به زودی در یک پیچ تاریخی دچار سکته شده و ایران را در یک فلج مزمن فرو خواهد بود. یک گیل این باره سخت. بهار سال 87 توپ عید می‌ترکد. مردم ایران هنوز سایه تحریم‌ها را روی سرشان حس نکردند. تحریم‌های جدید شورای امنیت به سلاح‌های سنگین نظامی برمی‌گردد. سال‌ها صنایع دفاعی ایران بومی‌سازی شده. سولانا هم به ایران آمده. هوای رابطه خوب است و همین موفقیت مذاکرات را نوید می‌دهد. اما به یک بار مرد اتحادیه اروپا از سوی آمریکا از هر ارتباطی با ایران منع می‌شود. این رفتار آمریکا به ایران برمی‌خورد. ایران تصمیم می‌گیرد به قبول اقتصادی و نظامی دنیا نشان دهد می‌تواند مقابلش بایستد. سوم دی ماه 1387 تهران یخ بسته، اما آتش بزرگی در حال افروخته شدن است. مشعل این کار در دستان محمود احمدی نژاد است و می‌خواهد آتش به دلار یانکی‌ها بزند. تبادلات بین کشورهای عضو در یک پروسه زمانی معین از دلار به سایر ارزها انتقال یابد و ذخایر دلاری به ارزهای معتبرتر تبدیل شد. دو، استفاده از پول رایج کشورهای عضو اکو در مبادلات تجاری و اقتصادی دو جانبه و چند جانبه
مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. این سخنرانی رئیس جمهور یعنی اعلام جنگ اکو با آمریکا. ایران اگر الگو شود، زور و انسجام ملی هم داشته باشد، ورق برای آمریکا بر می‌گردد. آمریکا مادر تحریم‌های دنیاست و دلار ابزار اعمال این تحریم‌ها. دلار را فقط آمریکا چاپ می‌کند. پس هر کشوری بخواهد به دلار معامله کند، نفسش را زیر تیغ یانکی ها سپرده. یعنی هر کشوری نفت بخواهد، اول باید به آمریکا کالا صادر کند تا دلار بگیرد و دلار را به عربستان بدهد تا نفت بخرد. عربستان هم مثل یک حسابدار خوب دوباره همان دلار را به اسم سرمایه گذاری به مبدا خودش یعنی آمریکا برمی‌گرداند. چرخه بازیافت دلار نفتی اقتصاد آمریکا را بارها نجات داده و حالا ایران به دنبال شکستن این چرخه است. یعنی می‌خواهد با حبس دلار در مبدا ساختار همه تحریم‌ها را فرو بریزد. آمریکا هم نشان داده در این ماجرا رحم ندارد. عراق که دلار را حذف کرد، به یک بار اشغال شد. لیبی هم همینطور. در برخی کشورها انقلاب رنگی پدید آمد، اما ایران با همه فرق دارد. ایران تنها کشور دموکراتیک منطقه است، با انسجام ملی بسیار خوب و زور و قوای نظامی مستقل و 3 دهه تجربه دور زدن تحریم ها. با ایران چه باید کرد؟ سناریوی در آمریکا نوشته خواهد شد. احساس خطر این سناریو را جواد ظریف آبان همین سال با پرس تیوی مطرح کرده بود. او نگران یک انقلاب رنگی آمریکایی در ایران است. آیا دومین پیشگوی ظریف درست از آب در خواهد آمد؟ فعلا اما افق روشنی پیش روی ایران است. افقی که با یک شوک تاریخی به فلجی مزمن دچار خواهد شد. فلجی که یادآوریش استراتژی تیم تبلیغاتی روحانی در انتخابات 96 میشه. مردم ایران به هوش باشید. ایران قبراق قبراق است. نفت میفروشد و زورش هم زیاد است. یانکی ها عصبانی شدند. آژانس هم نسبت به ایران نرمش پیدا کرده. آمریکا البرادعی را تهدید میکند. اگر به سود ایران گزارش بنویسد، تمام کمک‌هایش را به این آژانس قطع خواهد کرد. رفتار آمریکا با ایران خوف و رجا است. تهدید می‌کند، خودش هم پس می‌کشد. حالا سناتورهای آمریکایی یکی یکی به کمپین لزوم گفتگو با ایران می‌پیوندند و حتی از زبان سناتور سرشناس آمریکایی جو بایدن از آژانس می‌خواهند تا برنامه دیدار آنها با مقامات ایرانی را مرتب کند. آن هم در چه شهری؟ تهران. تهران شهر زیبایی است، شهری که هزاران اتفاق تلخ و شیرین را تجربه کرده. امروز اما روزگار شیرین است. رشد اقتصادی کشور مثبت است و مردم از رشد تسلیحاتی مغرورند. برای همین سناتورهای آمریکایی تمایل دارند به ایران بیایند. برنامه که با مخالفت رهبر انقلاب لغو می شود. البرادعی به رغم تهدید آمریکا به شورای امنیت اعلام می کند جز یک مورد همه چیز پرونده هسته ای ایران عادی است. اما آمریکا با اعمال نفوذ یک قطعنامه دیگر را در شورای امنیت تصویب می کند. قطعنامه اما تأثیری روی معاش مردم ندارد. لاریجانی هم رفته و چهره به جای او نشسته که ظاهر جدیش او را به چهره خاصی در مذاکرات تبدیل کرده. جلیلی میخواد مذاکرات را با حوصله پیش ببرد. من اونجا این مثال حتی تو مصاحبه اونجا تو ژنو بود، قالی ایرانی رو زدم. قالی ایرانی که میبینید انقدر زیبا و محکم و مستحکمه، دیر بافته میشه. بله، بندش این طول میکشه تا بافته میشه. بعد حوصله کرد. ما بعد در نهایت یک محصول زیبا و محکم ارائه میشه. اونا یکی از تلاش‌هایی که داشتن این بود که جامعه ما رو، کشور ما رو دچار یک دستپاچگی در این عرصه بکنن. ایران با حوصله تمام در مذاکرات حضور دارد. آمریکایی‌ها خسته شدند، اما نمی‌توانند زیر میز بزنند.
ایران در میان حامیان آمریکا هم شکاف انداخت. اسرائیل‌های ناراحت خون خونشان را می‌خورند. نکند ایران از آمریکا امتیاز بگیرد. ایران می‌رود که به بهار 88 برسد. بوش از کاخ سفید رفته و در آمریکا باراک سیاه‌پوست سر کار آمده. در ایران هم مردم بی توجه به بازی تحریم تماشاچی حاجی فیروزها در بازار شدند. بلافاصله با آغاز نوروز برای اولین بار یک رئیس جمهور آمریکا به مردم ایران عید را تبریک می‌گوید. 88 سال عجیبی خواهد بود. On this New Year's celebration, friends and family have a unique opportunity to reflect on the year gone by, to celebrate their time together and to share in their hopes for the future. هنوز هوای تهران بهاری است که خبر می‌رسد اوباما به آیت الله خامنه ای نامه نوشته. انگار در دنیا خبرایی است. این رفتار باراک سیاه چرده آیا نوید روزگار سفید شدن دود مذاکرات را می‌دهد؟ در ظاهر این طور است، اما به زودی اتفاق رخ می‌دهد که نشان می‌دهد پاسخ اوباما یک چیز خواهد بود. نه. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. No. اگرچه اوباما از در عجز با ایران وارد تعامل شد، اما شوک بزرگی که به ایران وارد خواهد شد او را وارد دور جدیدی از تقابل با ایران خواهد کرد. کلینتون در کتاب خاطراتش می نویسد من و اوباما وقتی به کاخ سفید رفتیم جامعه جهانی متفرق و ایران به سرعت به سمت هسته‌ای شدن پیش می رفت. ما جهان را علیه ایران متحد کردیم. توجه علامتی که همه کنی میشنوید اعدام خطر یا وضعیت غیر مزد. چه شد؟ چرا افق روشن جمهوری اسلامی به گذشته تبدیل شد که مردم حتی سال 96 آن را فراموش نکردند؟ کلینتون و اوباما چگونه دنیا را علیه ایران متحد کردند؟ ایران چطوری به گیلن باره مبتلا شد؟ تهران 1388. انتخابات برگزار می شود. استقبال مردم شگفت آور است. بیش از 80% واجدین شرایط پای صندوق آمدند. این بالاترین میزان مشارکت در جمهوری اسلامی است. در دنیا هم کم نظیر است. بیش از 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. این پشتوانه بزرگی است برای اینکه ایران با چهره مردم سالارانه به میز مذاکرات برگردد. اما در حالی که همه از این انسجام ملی خوشحالند، اتفاق غیر منتظری می افتد. برابر اطلاعاتی که ما از اتحادها داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب است. موسوی نتایج آرا را نمیپذیرد و هوادارانش را به کف خیابان فرا میخواند. چون با موسوی صحبت کردیم، نظرتون اعلام کردیم که همکاری داشته باشن با شورای نگهبان یا نه؟ چرا ما یعنی یکی دو بار ما تلفنی با هم صحبت داشتیم و این راهکار قانونی رو با هم صحبت کردیم. ایشون هم نظرش همین بود که ما راهکار قانونی رو خوب جدی بگیریم. البته من چند روز است دیگه با ایشون صحبت نداشتم. تهران تبدیل به محل درگیری معترضین و نیروهای انتظامی می شود. ارزیابی های اطلاعاتی منتشر شده در سالهای بعد نشان خواهد داد رفته رفته از شمار مردم عادی کم و عموم معترضین نیروهای سازماندهی شده گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی خواهند بود. شاید به همین علت بعد از 3 خرداد یک بار میزان آسیب به اموال عمومی شهر نیز افزایش چشمگیر پیدا خواهد کرد. برای اولین بار در تاریخ ایران عده‌ای در کف خیابان از رئیس جمهور آمریکا تقاضای کمک می‌کنند. اوباما هم این فرصت را غنیمت می شمارد. حتی بین سناتورها هم وقایع تهران خصوصا عاشورا بازخورد جالبی دارد. این واکنش جو بایدن است که چند ماه قبل از انتخابات تقاضای ورود به تهران را داشت.
It sure looks like the way they're suppressing speech, the way they're suppressing crowds, the way in which people are being treated, that there's some real doubt about that. تحلیلگران شبکه الجزیره به جای گفتگو درباره وقایع تهران به مسائل هسته‌ای می‌پردازند. حالا ایران از موضع بسیار ضعیف ناچار است به گفتگوها برود. واشنگتن تایمز هم به صراحت می‌گوید دیگر تحریم‌ها و فشارها باید سراغ حقوق بشر و ضعف دموکراسی برود تا اپوزیسیون داخلی تقویت شود. این گزاره تایمز به وضوح در سخنان مقامات اروپایی بازنشر داده می‌شود. آلمان از برگزاری تظاهرات کسانی که خواستار آزادی بیان و آزادی تجمع هستند حمایت میکند. انسجام ملی ایران پاره پاره شده و جنبش موسوم به سبز نیز با نمایندگی افرادی نظیر شیرین عبادی و محسن مخملباف از هر نوع تحریم علیه ایران حمایت میکند. پیشبینی دوم جواد ظریف هم واقعیت پیدا کرده است. ظن انقلاب مخملی در ایران قوت می‌گیرد. این کاری که در داخل ناشیانه از بعضی سرزد اینها رو به طمع انداخت. خیال کردن ایرانم گرجستانه. با پیروزی انقلاب رنگی گرجستان از رشد اقتصادی مثبت 6% به رشد منفی 3% رسید. اوکراین و دیگر کشورهایی که انقلاب رنگی در آنها به نتیجه رسیدم از رشد مثبت به ورطه سیاه سقوط اقتصادی رسیدند. تنها بلاروس بود که توانست قائله انقلاب رنگی را جمع کند. ایران نیز سعی داشت بر این اتفاق پیروز شود. همین هم می شود. بعد از 8 ماه درگیری قائله اردوکشی‌های خیابانی در 9 دی‌ماه با حضور مردم انقلابی در کف خیابان تمام می شود. اما یا واقعا بازی که میر حسین موسوی شروع کرد با تجمع 9 دی تمام شد؟ آیا ایران از بلاروس خوشبخت‌تر خواهد شد؟ با اینکه انقلاب رنگی در بلاروس شکست خورد، اما تبعات گسست اجتماعی ایجاد شده این کشور را از رشد اقتصادی مثبت به سیاهی یک سقوط هولناک رساند. سرنوشت ایران چه خواهد شد؟ این روزها مقاله در وال استریت جورنال منتشر شده که نشان می‌دهد آنالیز غرب از وقایع 88 سطحی نیست. مقاله‌ای با یک پیشبینی عجیب. غربی‌ها معتقدند باید به هر شکل ممکن پتانسیل کف خیابان را تقویت کرد و برای روز مبادا نگه داشت. زیرا تقویت این جریان اگر به سقوط رژیم منتهی نشود حداقل دولتی را به قدرت خواهد رساند که درگیری کمتر خصمانه‌ای با غرب داشته باشد. برای بررسی اینکه آیا 9 دی‌ماه توانست قائله 88 را تمام کند یا نه، باید به وقایع آن روزها برگردیم و سراغ افرادی مانند این مرد برویم. جیسون رضایی. وقایع 88 غرب را وامی دارد تا نیروهای نفوذیش را برای آنالیز اوضاع به ایران وارد کند. جیسون رضاییان یکی از آنهاست. رضاییان معتقد است باید جوری به مردم فشار آورد که مادران شهدا با عکس فرزندانشان به خیابان بیایند و علیه نظام شعار دهند. از این لحظه شتاب و عجله عجیبی در رفتار آمریکا و متحدانش نسبت به تصویب قطعنامه فلج کننده در خصوص ایران دیده می شود. تأثیر مطالعات میدانی افرادی مانند جیسون رضاییان روی ملت ایران در روزهای فتنه و ماه‌های پس از آن را باید 1 سال بعد در اینجا دید. کاخ الیزه فرانسه. اوباما که تا دیروز دست دوستی به مردم ایران دراز کرده بود، حالا آتش نابودی ایران در صورت و کلماتش پیداست. My hope is that we are going to get this done this spring. So I'm not interested in waiting months for a sanctions regime to be in place. I'm interested in seeing that regime in place in weeks. پیام اوباما از کاخ الیزه را هیلاری کلینتون تکمیل می‌کند. پیشنویس قطعنامه فلج کننده علیه ایران در حال نگارش است. چشم دنیا به چین و روسیه است. راضی کردن این دو کشور را سوزان رایس بر عهده دارد. او در جملاتی میگوید حالا که باد موافق ما میوزد ارزش دارد برای غلبه بر مخالفت ها تلاش کنیم. من خود را غرق این موضوع کردم. پیداست فریادهای احساسی کف خیابان در آن 8 ماه آشوب باد موافق را به سوی بادبان کشتی تحریم ها روانه کرده. ناخدای تحریم هم شبانه روزش را وقف حرکت این کشتی نموده که 3 دهه هست به گل مانده. این را هاوارد برمن نماینده آمریکایی خوب توصیف می کند. I simply have to say at the beginning, there is no administration
that has spent more time, more focus, and been more effective in assembling the kind of international coalition to stop Iran from getting a nuclear weapon. برمن سبزها را نیروهای آمریکایی در کف خیابانهای ایران می‌داند. کشته تحریم در حال جنبیدن است. حالا نوبت رجزخانی اسرائیل رسیده. اسرائیل برای اولین بار در تاریخ زمان دقیق حمله به ایران را مشخص می‌کند. قطعا قبل از زمستان 89. آمریکا دیگر مطمئن است روس‌ها قطعنامه را تصویب می‌کنند. امروز مانند سال 58 نیست که روس‌ها قطعنامه فلج کننده را وتو کنند. نخست وزیر روس‌های جنگ جلوی نظام ایستاده و هوادارانش تقاضای تحریم‌های کشنده می‌کنند. چرا روس و چین کاسه داغ‌تر از آش بشوند؟ و همین هم می‌شود. در سالگرد وقایع 88 قطعنامه ویرانگری علیه ایران به رأی گذاشته شده و هیلاری کلینتون در یک دیدار رسمی شعف خود را از احتمال تصویب قطعنامه بیان می‌کند. I think it is fair that these are the most significant sanctions that Iran has ever faced. And the amount of unity that has been engendered by the international community is very significant. If adopted, the new sanctions will include greater surveillance of Iranian banks abroad and action against those suspected of having links to nuclear or missile programs. An arms embargo will be extended and enterprises run by the military and state blacklisted. 40 more companies are also due to be added to a UN blacklist of companies whose assets are being frozen. تحریم جهانی آغاز می شود. روزگار تلخی است. دارو نایاب شده. بازار سلامت ویران و گذر دارو فروش های ناصر خسرو آباد. اما به موازاتش گورستان ها هم مشتری های جدیدی پیدا کردند. 4 سال می گذرد. احمدی نژاد می رود و در انتخابات سال 92 چهره آشنا برای مردم در انتخابات بر همه رقبا می تازد. او می خواهد هم چرخ سانتریفیوژها را بچرخاند و هم چرخ زندگی مردم را. او در مذاکره صاحب تجربه بالایی است و می خواهد با غرب بر سر مسائل قبل از فتنه مذاکره و توافق کند. تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد. تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانکهای ما احیا بشه. ایران به سرعت با غرب به توافق میرسد. مجلس با 2 گروه موافق برجام و مخالفش جلسه میگذارد. جلیلی میگوید تحریم ها نمیرود. ظریف میگوید میرود. کلیه تحریم های اولیه امریکا باقی میمونه. کلیه تحریم های ایالتی باقی میمونه. کل تحریم های اقتصادی، مالی و پولی اتحادیه اروپا از روز اجرا لغو. کل تحریم های ایالات متحده، در تحریم هایی که ایالات متحده اعمال میکنه بر شخصیت های غیر آمریکایی، از روز اجرا اجرای اون متوقف میشه. این همونیه که آقا هم فرمودن چون آمریکا کل تحریم. برجام با تصویب قانونی حمایت میشود و حالا وقت انتظار برای تحقق وعده هاست، از آب خوردن تا معاش مردم. مردم انتظار میکشند. کابینه دولت و تیم مذاکره کننده تلاش میکنند تحقق وعده ها ممکن شود. اما آمریکا نمیخواد کشتی که بعد از 30 سال به گلماندگی به لطف باد موافق فتنه راه افتاده به این راحتی لنگر بیندازد. اصولگره ها به دلیل شکست های اقتصادی روحانی را رئیس جمهور یک دوره ای میدانند. روحانی و تیمش هم در آستانه انتخابات 96 مردم را نسبت به گذشته تلخ بیم میدهند. من سوال میکنم چرا در این مدت تبلیغات انتخاباتی از قطعنامه های شورای امنیت دیگه اسم نمیبرید؟ انتخابات برگزار میشود و همه میبینند فتنه 8 ماهه 88 حالا نزدیک به 1 دهه هست که خاطرات تلخش را در ذهن مردم به جا گذاشته.
کسی یاد آن مقاله خاص وال استریت ژورنال نیست که حمایت آمریکا از فتنه 88 میتواند حتی بر رأی دادن مردم ایران هم تأثیر بگذارد. If we can get a new group in there running the country, then there might be a way through this nuclear program. So this is financial warfare, clear as a bell. We gamed it in 2009. I certainly expected to see it sooner than later, but maybe not quite this soon. That's all right. All of you know who I am. روحانی رئیس جمهور می شود. اما در دولت دوم مرد مذاکرات هم ماجرای 88 مثل یک سندروم گیلنباره به جان ایران افتاده و قطعنامه را روی ایران سوار می کند. ایران طبق برنامه نظامیش رزمایش موشکی انجام می داد. اما حالا ادبیات آمریکا با ایران فرق کرده. اوباما به خودش اجازه می دهد ایران را مؤاخذه کند. We still have sanctions on Iran for its violations of human rights, for its support of terrorism. And for its ballistic missile program, and we will continue to enforce these sanctions vigorously. Iran's recent missile test, for example, was a violation of its international obligations. And as a result, the United States is imposing sanctions on individuals and companies working to advance Iran's ballistic missile program. And we are going to remain vigilant about it. We're not going to waver in the defense of our security or that of our allies and partners. Obama رفت و ترامپ آمد. توافق هسته‌ای توسط ایران مثل جام جهانبین محافظت می شود. اما ترامپ همه ملت ایران را تروریست می خواند و تحریم های سنگین تری را علیه ایران امضا می کند. روحانی هم با تمام عقبه و تجربه مذاکراتیش هر چه فریاد می زند گوشی در دنیا خریدارش نیست. انگار این رسم دیرین دولت آمریکاست. قول و قرار بگذارد و بعد زیر میز بزند. با این تفاوت که گسست اجتماعی 88 چنان قدرتی به آمریکا میداد که 80 میلیون انسان را تروریست خطاب و علیه همه آنها مادر تحریم ها را امضا کند. تحریم هایی که روزی استارتش با حضور عده‌ای در خیابان زده شد، این روزها قلم ترامپ را مثل خنجری در قلب مردم ایران فرو می کند و دیوار کاغذ پاره هایی که پیش از 88 می رفت فرو بریزد حالا روی سر مردم آوار شده است. باید صبر کرد و دید اوغلایی که سر چاه اقتصاد و دیپلماسی کشور ایستادن بالاخره خواهند توانست شوک بزرگی که به انسجام ملی وارد شده را درمان کنند. آیا آنها خواهند توانست در کنار دوستان و رقبایشان با همه توان اعم از اصولگرا و اصلاح طلب شاهراه تسلط غرب بر جان و سفره مردم ایران را مسدود سازند؟ آیا این اوغلا خواهند توانست سنگی که آن یک نفر در شب اعلام نتایج در چاه اقتصاد کشور انداخت را بیرون بیاورند؟ آیا این گیلنباره درمان خواهد شد؟ برنده قرطی، برنده قرطی با نسبت آرای بسیار زیاد، اینجا بیاد، اینجا بیاد.